اسمش وطنه. ببین این کشتی توفان زده ایران منه. خاک اجدادی من مظهر مهد کهنه. سرزمین پدریست، سرزمین پدری دسته ی مشت رازنه. سرزمین پدری دسته ی مشت رازنه. همه تن پوش تنم لاغز رنگ وطنه. فقط در گروه یه ملت بود شکنه. شما خوش، من سعید واسمی هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های رستاخیز سیمو. امیدوارم که صدا توی فیسبوک و توی اینستاگرام برای دوستان خوب باشه. تصویر که میدونم توی اینستاگرام نصفه است، دیگه کارش نمیشه کرد، ولی امیدوارم صدا خوب باشه توی اینستاگرام و فیسبوک. اگر خوبه لطفاً برای من بنویسید توی فیسبوک که صدا خوبه. و توی این فاصله هم از شما خواهش می‌کنم، چون این برنامه مهمیه، تا اونجایی که میتونید
این برنامه رو توی فیسبوک پخش کنید که دیگران هم آگاه بشن و اگر کسی هست که شاید سوالی چیزی براش پیش بیاد میتونه اینجوری بنویسه، من اگه فرصت کنم حتما پاسخ سوالشونم خواهم داد. امروز چهارشنبه 27 تیر ماه 2577 شاهنشاهی ایرانی با یک برنامه دیگه در تکمیل برنامه های قبلی. خیلی جالبه، دقیقا مثل تیکه های پازل اینا، وقتی حواستون باشه و بتونید اینا رو جمع کنید بذارید کنار هم، میبینید سناریو رو خیلی راحت میتونید بخونید، میتونید اصلا در موردش اصلا ببینیدش، با چشم میتونید ببینیدش. توی برنامه گذشته ما بارها و بارها صحبت کردیم از بلبلان صادراتی جمهوری اسلامی، بلبلان نفوذی مافیاها در رسانه ها و فسیل ها و کروکودیل های روش انفکر 57 که این اواخر بعد از این قیام هایی که در ایران اتفاق افتاد و در حال اتفاق هم هست، اینا دست به کار شدن که به قول یارو گفتنی چی میگن، از قافله جا نمونن. بله، درود جناب قلمی، سپاسگزارم که نوشتید صدا هست. در کسایی که برنامه های رستاخیز سیمرغ رو دنبال میکنن میتونید الان اینجا وقتی این صحبت رو دارم میکنم خودتون این پازل ها رو بذارید کنار هم دیگه، من دو سه مورد دیگر رو بهش اضافه میکنم از اون مجموعه مافیایی و ببینید سر خر همه اینها به یک جا ختم میشه و اونجا اونجاییه که دقیقا سال 57 از همین نقطه نفوذ کردن و اون بلا رو به سر ما، به سر کشور ما آوردن. بحث مسائل داخلی ایران همتون در جریانید، دوستان زیادی هستن که در موردش صحبت میکنن، اما به هدف من، کار من در این برنامه از رستاخیز سیمرغ، کار ما اینه که بیاین افشا کنیم از سناریوهایی که برای ما در حال پختن در سوراخ‌های مافیایی چه واشنگتن و چه اروپا و چه حتی مسکو و جاهای دیگه هستن. بنابراین من صاف میدم سر اصل مطلب، میخوام سعی کنم دو تا موضوع رو امروز با هم دیگه براتون بگم، دو تا موضوع رو باز کنم، اگر بشه اینو خلاصه جمعش کنم که زیر یک ساعت که بعید میدونم، ولی به هر حال اونجایی که میشه اینو خلاصش کنم. دوستانی هم اولین پاسخ و سوال رو بدم، دوستانی توی اینستاگرام و جاهای دیگه مینویسن که این موزیک اول برنامه رو اگر میشه آخر برنامه بذارید که ما اینترنتمون فلان. دوست عزیز، من وقتی این موزیکو میذارم یه دلیل اصلی داره، یکی اینکه دو تا دلیل، یکی اینکه افکار رو آماده کنم، خیلی این واقعیتش، چون همه یا بیرون بودن یا این بر بودن یا اون بر بودن یا مشغول تفریح بودن، مهمانی بودن، جشن بودن یا از اینو مسائل، ولی وقتی این سروده یا این شعر زیبایی که شاهرخ اجرا کرده این واقعیت هم هست طرف گوش میکنه، افکارش آماده میشه و میشه باهاش صحبت کرد، اون حرفو بهتر متوجه میشه. به جای اینکه بیام آهنگ، میتونم آهنگ در قنبلی هم بزنم اول برنامه کوتاه هم باشه، ولی من دنبال چیزی دیگه هم. بنابراین ایراد نگیرید، صدا کمه. دوستان توی فیسبوک امیدوارم صدام خوب باشه، ولی حالا سعی میکنم خودم یه وقتی بالام ولومم بیارم بالاتر، چون دوربینم یکم فاصله بهش دادم، بانو علیزاده به خاطر اینه که صدا کمه. به هر حال یه خلاصه باید بگم که دوباره برسم به اصل داستان. در مورد حزب دموکرات آمریکا و کمپانی یا شخصی به نام جورج سوروس بارها و بارها در موردش صحبت کردیم، اسنادش رو ارائه دادیم و سناریوهایی که افرادی که دارن در لباسهای مختلف همون سناریو رو منتها با ادبیات دیگر با روش دیگر پیش میبرند، یعنی خواسته اون مافیا رو، اومدیم چند تا نمونه هاشو، چند تا که نه، فکر میکنم تقریبا 12 تا بودن که همه اینا رو اومدیم با سند بهتون نشون دادیم و به یک جا ختم شد. اما هدف من الان از این برنامه اینه که یک شاخه دیگه اینو به شما معرفی کنم، در ضمن ماهیت اصلی اون علازه رو باشه که در واشنگتن، در پاریس، در لندن ابتدا و در واشنگتن بعدش جمع شده بودن و از زبان خودشون، یعنی همون کسایی که پایه‌گذار بودن و این کار دارن انجام میدن، به ماهیت اصلیشون از زبان خودشون پی ببرن که اینا کیا بودن. دو سه روز پیش، هفته پیش
یک نمایشی در کلن آلمان انجام شد. اینو میگم قابل توجه، اون جک و جونورا، موش و پشه و خرگوش و کروکودیل که اومدن حمله میکنن به همایش پادشاهی خواهان که گذاشته شده در شیش شهر و همه دغدغه و مرضشون شده که به این حرکت ضربه بزنن، چرا در این موردی که الان میخوام در موردش صحبت کنم خفه خون گرفتن؟ آقای کروکودیل زهرای کربلا، چرا خفه خون گرفتی در این مورد؟ حالا بهت میگم تو کجای داستان وایستدی. علی کربلایی رو منظورم، اون عرازل و باشه دیگه شد توی آلمان و ایتالیا. بله پوتین هم نام برد از جورج سوروس در دیدارش با ترامپ. حالا هفته پیش شنبه و شنبه گذشته یک نمایشی گذاشته شد در شهر آلمان تحت عنوان شورای دموکراسی خواهان، شورای دموکراسی خواهی برای ایران. این شورا کی بود و دنبال چی میگشتن و اصلا خاطرهشون یا داستانشون چیه؟ این تصویری که روی صفحه است، امیدوارم این تصویر رو اون اراذل اوباشی که اومدن حمله میکنن و اون کثافتایی که به خاطر 100 دلار ملق میزنن و خون مردم ایران و وضع مردم ایران براشون مهم نیست، دلار سبز براشون مهمه، این تصویر رو امیدوارم، اینو من از قصد گذاشتم روی صفحه‌ام که مرتب این تصویر رو ببینن لابلای ویدیوها. و بذارید این متن روی تصویرم بخونم. تصویری که دست ایشونه نوشته آیا میدانید از 600 دشت ایران 297 تای آن خوش شده است. اون یکی تصویر نوشته خوش شدن جازموریان مساوی است با نابودی نیمه جنوبی کشور. و این تصاویر و این اشخاصی که اینجا شما میبینید هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان هستن و این واقعیت جامعه ماست. اونایی که دنبال این مسائلی میگردن که الان برای تو میگم. هفته گذشته نمایشی گذاشته شد در شهر کلن آلمان و یک جریانی رو اومدن معرفی کردن، یعنی 8 ماه پیش این جریان سر از تخم رسما بیرون آورد، اما عواملی که در این جریان هستن عواملی هم که سالیان ساله در مسیر، دقت کنید، در مسیر نابودی ایران خودشون رو لابلای مخالفت یا مبارزان با جمهوری اسلامی جای دادن و 8 ماه پیش رسما سر از تخم بیرون آوردن، البته با حمایت مالی بسیار بسیار قوی که خودتون میتونید فکر کنید در این روزگار این حمایت مالی ها از کجا میتونه بیاد. جلسه واشنگتن رو چه کسی برگزار کرد؟ چه کسانی پول دادن؟ من گذاشتم برنامه‌شو دیدید که نوریزاده خودش اعتراف کرد و از مجموعه IOSME و از مجموعه جورج سوروس این سرمایه گذاری انجام شده بود، تا اونجایی که حتی برای هر آشغالی که میخواست توی اون نمایش شرکت کنه در واشنگتن لیموزین فرستاده بودن فرودگاه یا ایستگاه قطار و این افراد آورده بود، پول هتل و بلیط هواپیما و تمام هزینه‌شون هم پرداخت شده بود. حالا بعد میخوام برگردم آخر گفته هم به همین داستان ها و ربطش بدم به این همایش پادشاهی خواهان و وقت نشون بدیم که یک معادله رو بچینیم، یک صورت مسئله رو بنویسیم، بعد ببینیم کی داره چی کار میکنه در بین این مخالفانی که ادعا میکنن اکثرا هم یه لباسی پوشیدن، یه هوایی پوشیدن و یه پرچمش رو خوشیدن و گوشن پشت سرشون و همشون هم ادعای پادشاهی میکنن، اما فکر میزنن، زر میزنن فقط در جهت تضعیف صدای واقعی مردم ایران که داخل ایران شنیده شد. این توضیحات رو باید میدادم تا برید سراغ اصل داستان. هفته گذشته گفتم شنبه این اتفاق افتاد و این همایش یا این نمایش انجام شد و شما دید. اولا بذارید یه چیزی به شما بگم، بذارید من اول یه تصویری برای شما باز کنم. امیدوارم دوستان توی فیسبوک حداقل این صفحه رو ببینن. این صفحه صفحه شخصی است به اسم محمد زمانی و لوگوی مورد علاقش و پرچم این شخص داست و چکشه. اینو میتونید روی صفحه فیسبوکش برید و در ابتدای صفحه فیسبوک این شخص ببینید. این شخص کیست؟ این یکی از کثافت‌های صادراتی جمهوری انگل نشان آخوندی و سخنگوی انگلی به نام تقرزدی است.
محمد زمانی در آلمان به همراه یک شخص دیگه که حالا به اونم خواهیم رسید. اما یه چیزی بهتون بگم دوستان، باور کنین من پازلی که چیده بودم برای امشب که مواسم میام صحبت کنم، قبل از برنامه به دوستان گفتم یه قسمت این پازل کم بود، داشتم دنبال سند این یه قسمت میگشتم که از قضا امشب در برنامه دکتر علیرضا تازی‌زاده این تیکه پازل به دست اومد و این مجموعه کامل شد. حالا بهتون میگم چرا. دو هفته پیش شما یک حالا یه سری دوستا شاید اصلا ندیده باشن، شاید اصلا براشون مهم نباشه، ولی میخوام به شما بگم دشمنان ایران ثانیه رو از دست نمیدن. یعنی اون سناریویی که برای ایران این اراذل اوباش خواب دیدن، این افراد نه، مافیاها، کسانی که 57 خمینی رو سر کار آوردن، ورق دوم جمهوری اسلامی که همیشه در موردش صحبت کردیم، جمهور چیزی به نام جمهوری ایرانی و در مساوی با آخرش تجزیه و نابودی ایران. اصلا در این قسمت شک نکنید که این خواب رو برای ملت ایران دیدن. هرچند اینجا بذارید پرانتز باز کنم، مردم داخل ایران حواسشون جمعه و اینا دارن روی یخ یادگاری می نویسن، اما همیشه گفتن دشمن رو دست کم نگیر. با وظیفمون، وظیفه خودمون می دونیم که اون مسائلی که هست، وقت، انرژی، اطلاعاتی که از این برابر دوستان برامون می فرستن یا خودمون تحقیق می‌کنیم پیدا می‌کنیم و بیاین برای ثبت در تاریخ لااقل بیاییم عنوان کنیم تا اینجای کار که در این 6 سال که رستاخیز سیمرغ داره فعالیت میکنه خیلی پرونده ها رو باز کرده که ممکنه 1 سال 2 سال زمان برده، ولی مردم در 2 سال بعد متوجه شدن که 2 سال پیش اگر در رستاخیز سیمرغ اومد یک سناریوی باز شد با سند. ما بدون سند تا به امروز هیچ حرفی نزده، هرچی گفتی با سند بوده و دیدید که اتفاق هم افتاد. بنابراین بی تأثیر نبوده کارمون و کارمون به قول معروف خیلی هم اون اثراتی که باید میذاشت گذاشت، چون این به این باور داریم مافیاها وقتی ببینن یک پروژه سوخت دیگه روی اسب مرده شرط بندی نخواهند کرد، چون بیزینسمنای حرفه‌ای پشت داستان شد، اگر نبود که مافیا نمی‌شد. بنابراین اینم باید در موردش صحبت کرد. اما دوست دارم از همینجا شروع کنم. حجه سقط الاسلام، رادیو فردا در شنبه گذشته، خوب دقت کنید، در صفحه فیسبوک، در سایت رادیو فردا، در اینستاگرام رادیو فردا و در تلگرام رادیو فردا و در توییتر رادیو فردا اومد و 2 گزارش کامل از نمایش یه مش آشغال در شهر کن. من بهش میگم آشغال. چرا میگم آشغال؟ چون من با دشمن کشورم نه شوخی دارم نه تعارف میکنم. کسی خوشش میاد میشینه گوش میکنه، کسی هم خوشش نمیاد اصلا برام مهم نیست، چون 5 نفر 10 نفرم آگاه کنم اون برام کافیه. پس لطفاً یه سری دوباره نه یعنی زیر میبیسته از ادبیات و فلان اینا، چون این برنامه یه برنامه خاص خودش. من ببینم میگم آشغال، چون کسی که اومده و مردم ایران رو داره قسمت به قسمت میکنه و نام ملیت، دقت کنید، نام ملیت کرد، ملیت لور، ملیت فلان و فلان داره میذاره روی مردم و علنن و رسمن میگه ما دنبال یک حکومت فدرال هستیم و به دروغ در ادامهش میگه ما خواهان یک ایران یک پارچه هستیم، من اگر این رو از نزدیک ببینم که با کله میرم تو صورتشون. حالا آشغال که دیگه یه چیز کوتاهیه بهش گفتن. اینو میگفتم، رادیو فردا اومد در تمام کانالهای مجازیش و یک گزارشی در 2 قسمت بسیار با آب و تاب در مورد این اراذل اوباش داد و هیچ هم نگفت که اینا پول اینا از کجا اومده و اینا رو کی داره تامین میکنه و اینا کی بودن یه دفعه از زیر بوته عمل اومدن و حالا دارن شورای دموکراسی برای ایرانو پایه‌ریزی میکنن و دارن مطرح میکنن. اینجا رو دارم میگم قابل توجه اون جک و جونورای موش و پوش و خرگوش و کروکودیل که اومدن حمله میکنن به نشست هواداران سامانه پادشاهی. اینجا چرا خفه خون گرفتید؟ چرا اینجا اونجا تو قلقلک نیومده و میاد میشینید روزه چی میگن؟ روزه حسن گلابی فکر میکنم. آره روزه حسن گلابی میخورد. بریم گزارش رادیو فردا رو گوش کنیم ببینیم اینا کیا بودن. البته فقط رادیو فردا نیست، حالا بهتون میگم. فعلا اینو گوش کنید. شنوید صدای رادیو فردا. صداش امیدوارم خوب باشه.
در آلمان شورای دموکراسی خانون ایران امروز دومین همایش خود را در شهر کلن برگزار کرد. ایجاد یک آلترناتیو یا جایگزین فعال متشکل از اپوزیسیون داخل و خارج کشور برای گذار از جمهوری اسلامی یکی از هدفهای اصلی این گرده همایی خوانده شده است. درباره این همایش بیشتر می‌شنویم در گزارش شهرام میلیان همکارمان که در آن شرکت داشته است. خوب دقت کنید، رادیو فردا، سقط الاسلام، رادیو فردا گزارشگر مخصوص میفرسته در این جمع یموش آشغال که سمبل این آشغالا دکتر عبدیانه که در داستانش در واشنگتن شنیدید. حالا گوش کنید بقیه‌شو. پس از هفت سال بحث و گفتگو اقوام و ملیت‌های بله، یه بار دیگه دوستان دقت کنید، اینه که الان دارید میشنوید اینو سقط الاسلام رادیو فردا داره میگه. دقت کنید ببینید چی میگه. یه بار دیگه گوش کنید. گفتگو میان احزاب و سازمان‌های وابسته به اقوام و ملیت‌های ایرانی از اقوام و ملیت‌های ایرانی فارس و کرد و بلوچ گرفته تا عرب، لور، برجمن و آذری نهادی به وجود آمده که شورای دموکراسی خواهان ایران نام گرفته. این شورا در مانیفست و یا بیانیه سیاسی خود ضمن تاکید بر حفظ یکپارچگی و وحدت ایران در چارچوب یک حکومت ملی و فدرال از برقراری من نمیدونم اینا خر کلشون رو گاز گرفته یا خر فلان ننشون گذاشته. آخه بی پدر مادر یک کثافت، شما میای ملت ایران رو میکنی ملیت های ایران، بعد ملت ایران رو میای تقسیم میکنی به لور و کرد و بلوچ و تالش و گیلک، بعد میای میگی ما خواهان یک حکومت فدرال پیاد دنبال یک حکومت فدرالی، بعد آخرش هم صحبت از یک پارچگی ایران میکنی. عدالت، آزادی و امنیت نیز برای همه شهروندان ایرانی بر پایه اصول و موازین جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی سخن به میان آورد. دوستان دقت کنید، اون کسایی که میدونن از مسائل حقوق بین‌الملل و امثال اینها، وقتی صحبت از میثاق‌های بین‌المللی میشه، خب وقتی میخوان به یک کشوری رسمیت بدن، دقت کنید، وقتی میخوام به یک کشوری رسمیت بدم، خب ابتدا اینا دارم میگن ملیت های ایران. اول لور و بلوچ و کرد و ترک، خب جدا شد، بعد حالا ملیت هم بچسبونیم به تنگش. وقتی صحبت از ملیت میکنم، این واژه ملیت و این گفتمان در مورد ملیت در همین از همین میثاق های بین المللی اینا میتونن استفاده کنن. اینو میدونستید یا نمیدونستید؟ میتونن استفاده کنن خب که در فردای خوابی که اینها دیدن و به گور خواهند برد، بتونن با این واژه ملیت، با این سمینارها و با این داستانها بیان یک جغرافیا برای خودشون تعریف کنن، و وقتی جغرافیا تعریف شد، بعد میتونن ادعای کشور بکنن. یه دفعه که نمیان مثلا بردارن بگن آقا این کشور کردستان، این کشور، البته یه اسکولی هست توی فیسبوک با اون زنی که پتیاره که اون دوزاریه که هر جاییه، با اون میشینن صحبت از کشور خراسان، کشور کردستان، کشور سیستان، بلوچستان، داستان داریم ما باید با. برحال ولی از نظر بین المللی وقتی میخوان یه چیزی رو جا بندازن و روش مانور بدن، ابتدا میان از اینجا شروع میکنن و بعد با همین میثاق‌های جهانی که اینا اصرار میکنن روش میان و تعریف ملت میکنن و ملت تعریف داره در میثاق‌های جهانی، در قوانین بین الملل، و اون ملت میتونه دولت داشته باشه، میتونه جغرافیا داشته باشه. ادعاست دیگه، ادعاست. اینا زمین چینی از اونجاست. و یه چیزی جالب حالا به شما بگم، نمیدونم لوگوی اینا برای شما پیداست یا نه، شما در این شورای دموکراسی برای ایران یک پرچم شیر و خورشید نمیبینی، پرچم کردستان میبینی؟
جلی، پرچم جلیه، نمیدونم اون یکی، اونایی که توی ورزشگاه های تبریز یه سری شعارهایی میدادن، یه سری مال سپاه باستانان، یادتونه؟ پرچم اونا رو میبینی و یه دو سه تا پرچم من درآوردی و پرچم داسو چکش هم میبینی، اما پرچمی از ایران یا نشانی از ایران نمیبینی، چون ایران به اون ایران اعتقادی ندارن. هر کدوم از این آشوناشه که اینجا جمع شدن که تله هاشون هم افتاده روی زانوهاشون، اینا نوچه یه قسمتی هست. دو نفر از برگزار کنندگان این مراسم، یکیش عباس خورسندیه و یکیش محمد زمانیه که جفت این حرومزاده ها سخنگوی حشمت الله طبرزدی هست. میتونید برنامه‌شون رو توی یوتیوب برید پیدا کنید و ببینید چی میگن و رسما علنا میگن مخوان فدرال و فلان حرف هست. حالا بحث من اینجاست، رادیو فردا میاد در تمام فضای مجازیش این ویدیوها رو پخش میکنه. دو روز یعنی شنبه و یک شنبه در دو نوبت خبری، دقت کنید این مسائل رو خواهش میکنم، در دو نوبت خبری که در هر ساعت داره، یه نوبت خلاصه اخبار رو میگه، سر یک ساعت کامل ایران اخبار رو میگه با یه سری توضیحات و گزارش، دو روز در لابلای اخبارش از این مدام صحبت میکنه، ملیت ایرانی فلان، فدرالیست فلان، این مسئله. این مال رادیو فردا. صدای آمریکا اینو پوشش میده، دقت کنید. توی آرشیو صدای آمریکا اگر برید روی سایت صدای آمریکا، اینو بارها گفتم یه بار دیگه میگم، برید رو برنامه خط قرمز کلیک کنید، میبینید از 12 تا 13 تا 14 تا برنامه که گذاشته شده، یه برنامه با شاهزاده رضا پهلوی، همین مصاحبه مهدی فلاحتی، اونو بذارید کنار، بقیه همه تجزیه طلبن عدم، برید نگاه کنید، اصلا نیاز به گفتن من نیست. رادیو فردا اینو پوشش خبری میده، صدای آمریکا پوشش خبری میده، آیت الله بی بی سی پوشش خبری میده. حالا اینکه چیزی نیست تازه، بقیه‌شو گوش کنید. تلویزیونی در لندن تشکیل درست شده که دیگه خودتون میدونید چیه، من تو رو نمیگم، آقا یه تلویزیون دیگه درست شده به اسم ایران اینترنشنال که اگر برید و برنامه های اینو نگاه کنید اصلا حالتون به هم میخوره. یه مش من نمیدونم چه لغتی میشه به این افراد که فارسی هم حرف میزنن گفت، ولی تلویزیون ایران اینترنشنال اینو پوشش میده. شبکه العربیه، دقت کنید، شبکه العربیه در سایتش، روزنامهش و تلویزیونش اینو پوشش میده و تلویزیون پنجره رو به گاوصندوق رفسنجانی و الان کعبه عربستان هم مدام اینو نشون میده و در موردش صحبت میکنن. شخص منقلی هم به نام میبودی هم میاد در مورد اینا توضیح میده و صحبت میکنه و یک لومپن به تمام معنا به نام زینا عراقی اونم میاد مثلا برنامه اختصاصی برای این حرکت میذاره. کدوم حرکت؟ حرکتی که توی مانیفستش نوشته شده ملیت‌های ایران و فدرال به اسم دموکراسی بچپونیم به مردم که الان فکر می‌کنن مردم ایران فکر می‌کنن، اینا فکر می‌کنن مردم ایران مردم 57، ولی اینا رو باید گفت. حالا این نشستی که در کلن آلمان برگزار شده زیر مجموعه کدام نشست هاست؟ مال کدوم مافیاه؟ فکر کنید مال کدوم مافیاه؟ بارها و بارها در مورد این توضیح دادم، اسنادش هم گذاشتم که مافیایی در آمریکا مافیاهایی هستن، مخصوصا حزب دموکرات آمریکا و شخص کثیفی به نام جورج سوروس که اینا دنبال تیک پار کردن ایران هم. پادشاه ایران هم گفت زمانی که میخواست بره گفت مواظب باشید ایران اینا میخوان ایران و ایرانستان کنن. اونو پادشاه ایران 40 سال پیش هم گفت، چون همین کثافت ها همین دشمنا رو اون روز هم ایران داشت و پادشاه داشت باشون میجنگید، ملت ما هم توی کافه مافیا داشتن سوت بلونی میزدن، کاری ندارم، اما امروز اون روز نیست. اون مافیا وقتی میخواد یک سناریو رو پیش ببره با یک کارت بازی نمیکنه، با دو کارت بازی نمیکنه، با سه کارت بازی نمیکنه. میدونید مثل چیه؟ مثل هزار پاییه که این هزار پا یک کله داره، درسته هزار تا پا داره ولی یک کله داره، تمام اون هزار تا پا از این کله دستور میگیرن، منتها این پاها مختلفن،
یا کوچیکترش رو بخوایم اصطلاح بزنیم مثل هشبای، شما هشبا دیدید یه کله داره، هشتا بال هم این برابرش داره دیگه، ولی همه این بالها که کارهای خودشون رو انجام میدن از یه کله فرماندهی میگیرن. این مجموعه‌ای که به شما بارها در موردش توضیح دادم، حتی خود اون جناح اسهال طلب داخل جمهوری انجام نشان آخوندی اومد و اون سناریو رو توی تلویزیونش نشون داد، در موردش هم توضیح داد تو تلویزیون ملی جمهوری اسلامی و از این پرده این اصلا بر کسی پوشیده نیست که شخصی به نام جورج سوروس دنبال تیک پار کردن کشور هاست. نمونهش هم کرواسی میتونید ببینید به عنوان انقلاب های رنگی. هرچند در مورد ایران اینا از 40 سال پیش نقشه‌شو ریختن و حالا هم روز به روز دارن میرن جلو. فکر نکنید اینا نمیرن جلو، اینا دارن کارشون رو میکنن. این مافیا و این عوامل ها دارن مرتب کارشون رو انجام میدن. ما خوابمون برده یه سریامون، یه سریمون هم خودمون رو زدیم بخواب. دوستان توی فیسبوک لطف کنید برنامه رو پخش کنید، چون برنامه مهمیه. این مجموعه ای که در کل آلمان جمع شدن در حقیقت همون نشست ملیت های ایرانی است، متا نامش آوردن گذاشتن چی؟ شورای دموکراسی برای ایران. دموکراسی ها، این واژه دموکراسی دهن خیلی از این ملت ها رو توی دنیا سرویس کرده، واژه دموکراسی. حالا یه سری جاها پیاده شده، یه سری جاها ناقصه، کاری ندارم، ولی برای ما از سال 1300 قبل از 57 دموکراسی پدرمون رو درآورد. سال 57 به بعدش هم هیچ کی با دموکراسی کاری نداره، چون آخوند بلده دیگه، خودشونن دیگه، یه انتخاباتی میذارن، یه فلانی میذارن، یه فلانی میذارن، همه اینا مدیریت شده، اسمش هم گذاشتن دموکراسی از نوع آخوندیش. و حالا هم دوباره صحبت از دموکراسی و حقوق بشر، اما در پایانش یه خواسته دیگه هم دارن، ملیت‌های ایران و فدرال کردن ایران. من نمیدونم اینا مریضن آخه، شما کرم دارید. یک به قول توی برنامه دیدم از جناب فرور داشت میگه، خسرو فرور میگه آقا یه بطری شیشه ایو دارید شما سالمه، میخواد بزنید اینو بشکنید بعد با توف بندش کنید. جانبا چه کرمیه آقا، یه وطن پرستی که جمع شدید توی اینا ادعاتون هم میشه. خب چرا این فدرالیست و ملیت از توی واژه ها از توی گفتارتون در نمیارید؟ چرا در نمیارید؟ دیدید این تصویر رو؟ این تصویر رو میبینید؟ میدونم این برنامه رو به شما حتما براتون فرستاده خواهد شد، چون تمام برنامه های رستاخیز سیمون وقتی میره تو ناف کروکودیل های واشنگتونی و لس آنجلسی و اروپایی و میری زحمتون رو به هم برها. حالا بریم ببینیم بقیه شو دیگه نمیخوام نشونتون بدم که کیان توی این مراسم، میتونه خودتون تحقیق کنید ببینید. ولی پرچمشون رو براتون اینجا نشون میدم که اگر برید پرچمش رو نگاه کنید، یه چیز مندرآوردگی و با چه بودجه‌ای که یه دفعه شما بیایی ظرف دو روز نزدیک 150-60 نفر 200 نفر هم جمع کنی توی مرکزی، هزینه هاشون هم بدی و خدا هم دینه این پول هم کجا میاد. نیمه گم شده این داستان، اون قسمت گم شدهش اینجا امروز در برنامه کی زد بیرون؟ در برنامه علیرضا تازی زاده. حالا میخوام اینا رو بگم که بعد برسم به بقیه داستان، امیدوارم که برسم. خوب گوش کنید دوستان. پس این نشست این چند نفر سران و تمام رسانه ها که پوشش خبری دادن هیچ، تلویزیون العربی هم عربستان میدونید که اونم پوشش خبری داد با یکی دو تا سایت خارجی. جالب ها، کاش این تلویزیون های رسانه ها واقعا صدای مردم ایران هم اینجوری پوشش میدادن. آقای رادیو فردا، صحبت الاسلام رادیو فردا، کاش اینقدر شرف داشتی یکی از ویدیوهای بچه های ایران هم پخش میکردی، یا صداشون رو نه هر ویدیوی ها، اون ویدیوهایی که خواسته هاشون رو اعلام میکنن. خب اینم بذار من نوریزاده هم برم سری سر اصل داستانش در دقیقه 12. نظر عقاید باورها بود در اونجا ما اینا خود بیا قدرت رو به دست بگیرن، امکان پذیر. حالا بعد از نشست واشنگتن که در خدمت بودیم، یه نشست هم شما در آلمان داشتیم،
اول در میخواد راجعون این نشست بگید که قصهش چی بود؟ این یارو که معرف حضورتون هست، دوستان توی اینستاگرام میبینم، میدونم نمیتونید ببینید، شخصی به نام حسین بور که خودش اومده نماینده مردم سیستان و بلوچستان مطرح میکنه. دوستان توی اینستاگرام تون دستور رو نمیبینم، این قصه های دستور رو نمیبینم. الان علیرضا نورزاده چی میگه؟ یه بار دیگه هم گوش کنید اینو. بیاد قدرت رو به دست بگیرن، امکان پذیر. حالا بعد از نشست واشنگتن که در خدمت بودیم، یه نشست هم شما در آلمان داشتیم. اول درم خود راجع به این نشست بگید که قصهش چی بود، چی شد نتیجهش. دکتر من دارم الان روی یک مفهوم جدید کار میکنم. ببین این اسکوله بعد از 50 سال، بعد از 60 سال تازه داره روی چه مفهومی کار میکنه؟ من به نام نقشه فهمیدن. برای اینکه ما یک چیزی رو، یک پدیده رو، یک کشوری رو، یک تشکیلات رو بفهمیم، هیچ وقت روش کار نکردیم که اینو چگونه بفهمیم. بابا به خدا راست میگه، نمیفهمید شما. نه که الان نفهمید، تا 40 سال پیش نفهمیدید، تا امروز هم نمیفهمید. خودش داره میگه، این اصلا سعید قاسمی نمیگه، خودش داره میگه، میگه ما کار نکردیم که اصلا بفهمیم. اما بریم با بقیهش کار دارن. برای همین هست که این همه تشتت افکار وجود داره، اغتشاش فکری وجود داره. این مفهومی رو که من دارم از پیش میبرم، نقشه فهمیدن، الان همینو من مثال میزنم برای سوالی که شما کردید. شما نقشه ایران رو در نظر بگیرید، از آذربایجان تا سرخس، بلوچستان، چابهار و گرگان، ترکمن‌صحرا، کردها، ترک‌ها. شما در این نقشه بزرگ چی می‌بینید؟ در این نقشه بزرگ ترک‌ها رو می‌بینید. نمایندگان ترک‌ها در این جلسه هفته پیش، یعنی همین شنبه و یک شنبه، در کجا بود؟ در آلمان بود، در کلن. کلن. در اونجا حضور. یه جوری نوری‌زاده سوال می‌کنه که اصلا من خبر ندارم. اصلا من خبر ندارم. کجا بود؟ چی؟ کی؟ کجا؟ حالا برید اگه برنامه‌اشو نگاه کنید، از شنبه گذشته تا همین امروز توی آرشیوش نگاه کنید، توی همه برنامه‌اش در موردش صحبت کردن. از اون چالنگیش بگیرید تا اون یکی لنگ لنگیش حسین اعجازی که یک چاغال شاغالی است، تو تمام برنامه در موردش صحبت کرد. میگه کجا بود؟ چی؟ کی؟ گوش کن. گذشته. نمایندگان کردها بودند که نه. اولا آقای حسین بور، شما گوه می‌خوری مردم ایران رو به کرد و لور و بلوچ و ترک تقسیم میکنه. اون جغرافیا یک ملت داره به اسم مردم ایران. آقا چه اصراری داره چه مردم ایران رو جدا جدا کنه؟ بعد اون نماینده که شما دارید میگید نماینده ترک ها بودن، نماینده کرد ها بودن، کدوم بی‌ناموسی به شما نمایندگی داده؟ طبق چه رأی گیری؟ طبق چه دموکراسی؟ طبق چه اصولی؟ طبق چه آشی؟ طبق چه کشکی به شما نمایندگی ترک و بلوچ و لور و کرد و فلان رو گرفتید؟ بخش ایران رو که نگاه بکنید، بخش عظیمی از خاک ایران مناطق کردی است. بعدم بیاییم به مناطق عرب نشین، اون نمایندگان عرب ها بودند. آقا مردم عرب زبان داریم در استان خوزستان، عرب زبان. نمایندگان بختیاری و لرستان بودند، نمایندگان بلوچستان بودند. خب یه دفعه بفرمایید، مجلس تبیینی جمهوری اسلامی بوده دیگه. آقا اگر نماینده این بوده، اون بوده، اینم بوده، اینم بوده، خب شورای تبیینی جمهوری اسلامی بوده دیگه. خب چون حداقل اونها یه چی میگن شاموختی بازی در آوردن که این نماینده است، اینم نماینده است، اینم نماینده است. عجب داستانی رو با این بی‌ناموسی باور کنید. نمایندگان گرگان و ترکمن‌صحرا بودند، نمایندگان اهل تسنن بودند. شما این نقشه عظیم رو که نگاه بکنی عجب، شما میدونید که چه کسانی این ایران رو تشکیل میدن. آقا اقوام ایرانی رو داره میگه،
خب بعد میگه نماینده اونا اینجا بودن، حالا ببینید چه کسانی ایران رو تشکیل میدن، یعنی کیا ایران رو تشکیل دادن؟ اینا که اینجا نماینده هاشون اینجا بودن کیا؟ نمونهش دکتر عبدیان و همسال این آشغال باشالا و خود همین مادرقبه اون یا کی چیشی اشرفی، صدر اشرفی کی بود اون یارو هر اون زدن اون دفعه گذاشتن؟ جمعیت ایران هستن، اینها ایران هستن و اون نمایندگانشون هم در اونجا جمع شدن که آخه بی ناموس، اگر نمایندگان ملت ایران هستید یه سمبول از ایران رو اقل توی اون نشستتون باید میذاشتید یا نباید میذاشتید؟ عجب داستانی ها. آقا شما خودتو داری نماینده مردم ایران عنوان میکنی، اون عره و اوره و شمسی کوره اونا رو هم بگی نماینده فلان و فلان و فلان هم. در مورد دموکراسی برای ایران هم داری تصمیم گیری میکنی، اما یک نماد از این کشور شما ندارید توی سالونتون، یه نماد، یه آقا پرچم شیر و خورشید، نه اصلا پرچم جمهوری اسلامی رو بذار، نه پرچم همون یکی پرچم جدیدتون رو بذارید که آدم بدونه کدوم طرفی، هرچه شما گذاشتید یک نماد مندرآوردگی که کنارش هم اون داس و چکشه. همونطور که تقریبا همگی اینها در جلسه باشه شون هم بود. دقت کنید دوستان، دقت کنید، علیرضا نوری‌زاده اصلا خبر نداشت. خب الان میگه اصلا چی کی کجا، حالا ببینید چی میگه. گردان و ترکمنصحرا بودن، نمایندگان هند تسنن بودن. دقت شما این نقشه عظیم رو که نگاه بکنید شما میدونید که چه کسانی این ایران رو تشکیل میدن، جمعیت ایران هستن، اینها ایران هستند و نمایندگانشون هم در اونجا جمع شدند که همونطور که تقریبا همگی اینها در جلسه باشهشون هم بودند و آقا همگی این مادرقبه هایی که در کل آلمان ملیت فدرالیسم دارن خودشون رو جر میدن، همگی اینها در واشنگتن هم بودند، در جلسه واشنگتن. خب اون کسافت مادرقبه‌ای که اومده بود میگفت در همایش پرشکوه واشنگتن یه نفر فقط تجزیه طلب بود، اونم زدیم تو دهنش. حالا بیاین پاسخ بده، همه این آشغال پاشغال اونجا هم بودن، منتها نشونشون ندادید. جالبه ها، حواستون بود؟ نوری‌زاده میگه بله 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 همشون اونجا بودن. نوری‌زاده اصلا خبر نداشته حالا ظاهرا. عجب، یه بار دیگه گوششون و نمایندگانشون هم در اونجا جمع شدن که همونطور که تقریبا همگی اینها در جلسه واشنگتن هم بودند و بسیار بسیار جلسه خوبی بود در واشنگتن. بسیار بسیار جلسه خوب و پرباری بود در واشنگتن. بسیار بسیار جلسه پرباری بود. کمپانی جورج سوروس سر کی سر شور کرده بود، دلارهای بسیاری به ما رسید. آقای نوری‌زاده بهتر از این بود که ما بریم توی عربستان لخشمون یارو ببندیم دور کمرمون جلوی شاهزاده عربستان دلار باشیم؟ یادته دیگه آقای اوسنبور؟ بله در آمریکا بسیار جلسه پرباری بود، با لیموزین بیارن. آخه ان آقا تو عمر کثیف سوار لیموزین شدی که حالا بری توی جلسه که با لیموزین بیارن فرودگاه ببرن توی بهترین هتل؟ خب معلومه که جلسه خوبی بود. حالا شما بیایید این از نظر جمعیتی، حالا بگم جمعیت کردستان، جمعیت آذربایجان، بلوچستان، سنی ها، لرستان، ببینید چقدر قشنگ داره تیکه تیکه میکنه و چجوری داره اینو جا میندازه در افکار اون کسی که نشسته و داره این برنامه رو داخل ایران میبینه. بنویسه جمعیت کردستان، جمعیت آذربایجان، جمعیت سیستان و بلوچستان، جمعیت خراسان، فردا هم ملیت خراسان، ملیت فلان، ملیت فلان، ملیت فلان، پس فردا هم خب یه سیستم فدرالی، پس اون فردا هم که همه این آشغال باشغال سرشون تو چون مافیایی ها بنده، ملت هم در یک شرایطی قرار دارن که رأیشون رو با یک چلو کباب میفروشن. خب دموکراسی هم هست، آقا حرف حساب چیه؟ دموکراسی دیگه، سازمان های بین المللی هم نظارت میکنن، پس فردا اینا خواب دارن میبینن، اما خوابیه که اینا دارن میبینن. پس فردا هم یک رفراندومی برگزار میشه، یک نظرخواهی هم انجام میشه، میشه مثل داستان اسپانیا و کاتالونیا که از اسپانیا جدا شد، حالا با سیاست و قوانینی که اسپانیا داشت تونست برگردونه کاتالونیا رو. اما
آیا مردم ما مردم اسپانیان؟ آیا شرایط امروز جامعه ما شرایط جامعه امروز اسپانیاست؟ آیا داستان عراق بغل گوشمون تجربه نشد برامون؟ اینم بذاریم کنار. در داستان اسپانیا دنیا اومد دولت مرکزی حمایت کرد، اما برای ایران ما که همه چشم دارن که منافع اون خاک رو غارت کنن، دنیا این کارو میکنه؟ اگه میخواست این کارو بکنه الان 8 9 ماه 10 ماه ملت ایران دارن فریاد میزنن، یک بار صدای مردم ایران رو میشنید؟ ولی دارید میبینید که دارن چجوری از پشت اروپا تمام قد وایساده که جمهوری انگلنشان آخوندی رو نگه داره. حالا اگه پس وردا یک رأی‌گیری هم اینا کردن در استان به قول اینا ملیت فلان و ملیت فلان، کی میخواد جلوشو بگیره؟ اون دوستانی که میگن ایران هرگز فلان نمیشه، بله، اما یادمون باشه 17 تا شهر شمال کشور ما از کشور ما جدا شد، بحرین از کشور ما جدا شد، افغانستان از کشور ما جدا شد. اینا رو یادتون باشه، چون بیدار نبودیم. بختیاری، عرب ها جمعیت رو در نظر بگیرید، وسعت جغرافیایی رو در نظر بگیرید، اون وقت به بعد سوم یعنی نفوذ اینها، یعنی کسانی که در اونجا حضور داشتن، در جلسه واشنگتن هم حضور داشتن، در سر تا سر ایران وجب به وجب ایران هم حضور دارن هم نفوذ دارن. آخه سگ تو رو پدر دیوس گور به گور شده، پدرت که نه، اون مادر دیوسه که توی هرمزاده رو پس انداخت، معلوم پدرت کیه؟ و این یکی تازه داده بغل دستی تو، کسافت. شما بیا یک سند نشون بده که دو نفر در آقا من یکی از دوستان از سیستان و بلوچستان تو همین برنامه فیسبوک منه، حالا نمیدونم الان هستش یا نیستش، به جان خودم مال سیستان و بلوچستان همیشه می نویسه من بلوچ ایرانی هم. آخه کسی شما رو در ایران نمیشناسه؟ آخه بی‌ناموس که میگی نمایندگان مردم ایرانن، هم حضور دارن در ایران هم نفوذ دارن. خب اگه نفوذ دارید چه کلام کلام جمهوری اسلامی نمیکنید؟ اگر نفوذ دارید، صد وقت 140 شهر ایران در دیما بلند شد قیام کرد، چرا شما حمایت نکردید؟ چرا کمک نکردید؟ چرا ساپورت نکردید؟ مگه نمیگید نفوذ دارید در نماینده اقوام فلانید؟ هم 40 سال سابقه مبارزاتی دارند. حالا آخه 40 سال سابقه مبارزاتی، چه گوی خوردی تو؟ نوریزاده چه گوی خورده؟ احمد رفعت چه غلطی کرده؟ محسن سازگارا چه گوی خورده؟ 40 سال سابقه مبارزاتی با کی دارید؟ با مردم ایران. بله درسته، 40 سال که هیچی، شما 60-70 سال سابقه مبارزاتی با مردم ایران دارید. شما اپوزیسیون مردم ایرانید، اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستید. یه عدتون اپوزیسیون مردم داخل ایرانی، یه عدتون هم اپوزیسیون شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوید. اگه غیر اینه بیه من همه تون ثابت میکنم اینو. ما همونطور که گفتید، ما قصد حذف مجاهدین رو نداریم، ولی مجاهدین بیان در این نقشه خودشون رو نگاه بکنن. مجاهدین هم جزو ائتلافتون هستن بی پدر. شو جامعه ایرانی آمریکایی در آمریکا همون مجاهدین تغییر جنسیت داده شده است، همونه خر خودتی و جد آبادت. بذار بقیه شو بیرون نگاه کنه. برعکس، از بندرعباس تا ترکمن صحرا و گواف میتونن اینها رو سرکوب بکنن، اینها رو کنترل بکنن، به سرنوشتی بدتر از همین جمهوری اسلامی رو برمیشن. تازه اینا میگم اولش مشروعیت انقلابی رو میگم مذهبی هم داشتن. این نوریزاده یه جوری میگه در داشت صحبت سر مجاهدین خره، میگه اینا در زمان انقلاب یه مشروعیت فلانی هم داشتن، اونگاه انقلاب کرده بودن، انگار این انقلاب نکرده بود، انگار من رفته بودم انقلاب کرده بودم. اصلا این هیچ کاری بود، اصلا نبود. اینو شهرام همایون نطفه شدم اون در زمان انقلاب بسته نشده بود. ای توفت اون روزه که با تو حسین بود. یه نکته که مکرر پیش میاد در جریان کنفرانس واشنگتن هم باش برخورد کردیم، این نگرانی مردم
از اینکه بعضی از اقوام ایرانی میخوان راه خودشون رو بگیرن برن، این رو چجوری میشه مردم اطمینان داد که چنین چیزی وجود نداره؟ آخه بی ناموس بی پدر حرومزاده، شما یک بار سال 57 اومدی اطمینان رو به مردم دادی، خب این هم شد نتیجهش. زودی هم دویدی این بره خط گفتی من نبودم اونا بودن. بعد دو، ایرانی که یک پارچه است، دقت کنید دوستان، ایرانی که یک کشور یک پارچه است، ایرانی که در سر پل زهاب وقتی زلزله میاد اون هموطن عزیز ما در سیستان و بلوچستان که خودش در اون وضعیت داره زندگی میکنه که دیدید ویدیوهاش و فیلماشون رو دیدید، اون هموطن بلند میشه از آذوقه زندگیش یا از لوازمی که نداره حداقل ها جمع میکنه میفرسته برای سر پل زهاب. این ایران، ایرانی که وقتی در بم زلزله آوردوندند تمام ایران یک بارچه کمک کرد برای مردم بم و انواع و اقسام مسائلی که توی کشور ما اتفاق افتاده و مردم همیشه پشت سر هم وایسادن. شما این ایرانو داری، این مردم هم داری، حالا داری میگه این مردم رو میکنی لور و ترک و بلوچ و کرد و عرب. خب بعد میای میگی این اقوام دیگه نمیگید، یه سری جا میگید اتنیک، یه سری جا میگید ملیت، یعنی دارید اینجوری به اینا اینو یاد میدید، دارید میندازید تو فکر مردم، دارید مثل نقل و نبات اینو رایجش میکنید. بعد میاد میگید ما خواهان یک حکومت فدرال هم هستیم. بعد میگی حالا ما چجوری بیم به مردم تضمین بدیم که این اون اقوامی که اینجوری صحبت میکنن فلان نیستن، اینا آسیبی نمیزنن. واقعا چیکار باید کرد با این نسل؟ من نمیدونم، دوستانی که تو علم ژنتیک آشنایی دارن اینو جدی دارم سوال میکنم، من بارها به دوستانم گفتم ببینید نسلی که از سال 1300 و حداقل 25 به بعد نطفه کثیفش ریخته شد مثل اینها، ببینید اینا رو از کجا آوردن زدن لابلای ملت ایران؟ ببینید اینا ژنتیکشون مال کجاست؟ این کروکودین ها اینا کجا، اینا ایرانی نیستن؟ مگه میشه کسی ایرانی باشه بیاد صحبت از ملیت ایرانی بکنه، بیاد صحبت از فدرال کردن یک کشور یک پارچه باشه؟ آقای علیرضا نوری زاده، آقای حسین بور، شما اول بیا قوانین فدرال رو در خونه خراب خودت پیاده کن. آقای محمد زمانی، حشمت الله تبرزدی که 18 سال در زندان بودی 25 تا بچه آوردی، من نمیدونم از کجا زنت آورده، بیا قوانین فدرال رو در خونه خراب خودت پیاده کن. اگر زورت به دخترت رسید و به پسرت رسید، بعد بیا اون قوانین رو برای کشورت هم تجویز کن. یک کشور یک پارچه رو داری، این شیشه سالمه، بزن بشکنش، حالا بیا با توف بندش کن. خب مگه خر کونتون گذاشته آخه؟ نه، دلار تو جیبتون گذاشته مافیا. بذارید من اینستاگرام رو نصب کنم، فکر کنم قطع شد. دوستان توی فیسبوک لطف کنید پخش کنید این برنامه رو تا من بیام بقیه‌اش رو، چون اصل داستان رو بقیه است. من اینستاگرام رو قطع میکنم مجدد میذارم آخرش. خب من دوستان با این مزدورها باور کنید نه تعارف دارم نه شوخی دارم نه اصلا، اگر کسی خوشش نمیاد از این چیزایی که من به اینا میگم، اینا ببینید من اصلا به اینا حرف بدی که نمیزنم، من میام اینا رو میذارم، کچلوارشون رو در میارم، کلواتشون هم باز میکنم، پیرنشون هم در میارم، تومون هم اکچونش رو میکشم پایین، بعد قیافه کریه و زشت اینا رو شما میبینید، معلومه یه سری حالشون بد میشه، معلومه یه سری حالشون بد میشه. من صفت اینها رو بهشون میگم به عنوان یک ایرانی. یه چیزی هم بهتون میگم بخندید، حالا تا خواستم برنامه رو ادامه بدم. امشب در برنامه در کلینیک روانی میبودی در تلویزیون حشره این آقای
دکتر منقلی میرزا، منقلی زاده یا تقی زاده اومد یه سری حرفا رو زد، شما نمیدونید چه دفاع جانانه‌ای میکنه از کی؟ از مسیح علی‌نژاد. مسیح علی‌نژاد شده الهه چی؟ آقا این دوستانی که یه الهه‌ای داری معروفه، چی اسمش؟ مسیح علی‌نژاد شده یه همچین الهه‌ای، اصلا در نقش یک آدم، یک مارتین لوترکین. دکتر تقی‌زاده ازش، از مسیح علی‌نژاد طراحی کرد به همراه دکتر میبودی. اما یه چیزی بهت بگم دکتر تقی‌زاده، تمام این صحبتایی که شما در مورد این جیجیرک کردی، جوجه تیغی کردی، شما اگه خرم، خر شما اگه خر رو بذاری جلوی تلویزیون صدای حجت الاسلام، صدای آمریکا، سقط الاسلام، رادیو فردا، آیت الله، بی بی سی، انگل نشان اندیشه و تلویزیون حشره، شما اگر خرم بهش توی این تمام این تایما برنامه بدی، حالا سایت های مختلف بمانه برنامه بدی، خب معروف میشه. مگه یادتون نیست در دهن داخل ایران الان برید نگاه کنید یه عروسکی رو تو برنامه رامبد جوان گذاشته بودن به اسم خان، فکر میکنم. خب اصلا اون خان الان میرون از خامنه ای بیشتر میشناسن داخل ایران. چرا؟ چون مدام جلوی دوربین بود خودش صحبت میکرد. پس این، اما توانایی که این شخص داره، دوستان توی فیسبوک لطفا این برنامه رو پخش کنید. من نگاه کردم نزدیک 500 تا این برنامه بیشتر شیر نشده. پخش کنید لطفا این برنامه رو، چون دیگران هم باید ببینن این برنامه رو. از این که شیر کردید یه دور دیگه شیر کنید تا ادامه داستان رو بگم. حالا دکتر تقی‌زاده، این شخصی که شما داری میگی، بله روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست و فلان و فلان در موردش می‌نویسن، اما یک دست‌هایی پشت پرده است که آن دست‌ها آن پول‌ها را به آن حساب‌ها وارد می‌کنند و آن حساب‌ها افراد انگلی هم در اون سیستم‌ها هستند که میان از یک لومپن‌هایی هم مثل اینا مقاله می‌نویسن با همین سادگی. با همین سادگی. اما مسیح علی‌نژاد میاد در خیزش برازجان، در خیزش خوزستان، در قیام خوزستان و جاهای دیگه ایران که مردم اومدن علنا و رسما دزدی های یعنی صادرات دزدی آب ایران رو قطع کردن، بر ندارن، توی خیابون اومدن رسما دارن شعارهای به قول خودتون، خودتونی ها هنجار شکن رو نمیدن، که من میگم نه، درد واقعیشون رو صدا میزنن. یه دفعه میان برخصان برخصین رو میدازید، دید مردم بیچاره هم اونجا دارن آهونانه میکنن، تمام رسانه هم شدن برخص تا برخصی، یه مش دلغک شمپت هم مثل نوریزاده و شهرام شارلاتان و میبودی و همسان اینا میاید براشون ترانه سرایی هم میکنید. اینو بهش میگن شامورتی بازی سیاسی، به شما هم میگن اسکولیسم سیاسی، که یک جوجه تیغی انچوشکی انگشت تر میذاره اونجا تو. یه سریاتون میدونید، یه سریاتون هم خودتون به خریت زدید. این روی صحبت هم با این رسانه ها و تلویزیون چی ها. حالا به این بقیه این تازه زده رو گوش کنیم. و با توجه به جغرافی های سیاسی ایران، ژئوپلیتیک ایران، این کار باید سر نمیشه. این رو میخوام شما که خودت یه بلوچی و مؤمن به وحدت ایران ببینید. آقای علیرضای تازه زده 17 تا شهر ایران هم در اون زمان شاید یک کسایی مثل تو لاشخورهایی بودید، در پدر مادر کسی به تو حتما اون زمان بودم و صحبت 17 تا شهر هم میکردن، میگفتن شاید هرگز تجزیه نمیشه، اما 17 تا شهر از ایران جدا شد، جدا شد، افغانستان هم از ایران جدا شد، بحرین هم از ایران جدا شد، جدا نشد، جدا کردوندند. کی بحرین رو جدا کرد؟ رهبر معظم تو بی‌ناموسی به اسم مصدق. پس اینی که حالا آقا بخوابید در خونتون هم وا بذارید، نه، چارچشمی مردم ایران در خونهشون رو میپان، قفل هم میزنن درش، قلم پای همسال شما هم خورد خواهن کرد، ما در خارج، هموطنان در داخل. همین جغرافی سیاسی رو، همین جمعیت رو که در نظر بگیریم، اینا همه ایران هست. خب پس چرا میکنیش ملیت های مختلف؟ آخه حرام زاده. خب حرف ما هم همینه، میگیم همه اینا ملت ایران هم، لور و کرد و بلوش و فلان هم نداریم، ملت ایران داریم. چرا شما میخونیش ملیت کرد، ملیت لور، ملیت بلوش، ملیت فلان؟ خب کرم داری دیگه، کرم به فرو کردن، مثل محمد دوم سلمان فارسی تو قاربش فرو کرد،
قار، همون داستان. بنابراین کسانی که همه ایران هستن اونا نگران چیزی نیستن. دقیقاً مردم ایران هم نگران چیزی نیستن. مردم ایران اگر حتی در سیستان و بلوچستان، برازجان و جاهای دیگه میان برای آب، فریاد میزنن میگن رضا شاه روحت شد. میگن رضا شاه روحت شد. چرا؟ چون رضا شاه اولین و مثبت‌ترین بزرگترین کارش که به محض اینکه به قدرت رسید این بود که اون رفیقتون شیخ پشمالدین خزعل و اون میرزا کوچکان انگلی رو تمرگون سر جاشون و اون دو تا قسمت رو برگردون به ایران. مردم به اون دلیل بهش میگن رضا شاه روحت شد. اونم جایی نمیرن، اونهایی دارند این حرفا رو راجع به همه ایران میزنند که خودشون یک چیز کوچکی هستن. و کوچکی هستن؟ خب بیشرف، 140 شهر ایران اومده فریاد زدن این یه چیز کوچکی هست. نه، این برای تو کوچکه. آقای حسین بور، سعید توسی رو حتما باید از علیرضا نورزاده آدرسش رو بگیری مراجعه کنی بهش، اگه این برات کوچکه نمیدونم. اون چیز کوچک میخواد یا اون تشکیلات کوچک گروه داستان چیز کوچک و جمع قلمی میدونه اینجا کوچک میخواد با حذف سر تا سر جغرافی ایران، با حذف جمعیت ایران، خودشو در این میان به عنوان یک طبقه کوچک بیاد حاکم بکنه. چه فرق شما بین عراق و ایران میبینی که در اونجا مثلا کردها را یک توجیه مسخره میکنه؟ الان نمیخوام اینو بذارم بره، میخوام برم سراغ بقیه‌اش. یک توجیه مسخره میکنه که سوس یه له شده زیر پا بلند میشه واسه رفت عربی میره، که بر سر تا سر ایران مسلط بود. بعدا هم شستمون انجام میشه در یه محیط بسته نشستیم. این خیلی دیگه، اینجا الان خیلی دیگه جوکه. گوش کنید، جوک سال 2020 در اومد، 2019 رو ولش کنید، 2020 گوش کنید ببین نورزاده چی میگه. تو از جا دارن کادو میبرن. اصلا کلمه هوس یک کلمه آریایی زبان پهلوی است. به هر حال متاسفانه عدم گفتگو این متاسفانه. ببینید ما نشستمون انجام میشه در یه محیط بسته نشستیم با هم بحث میکنیم صحبت میکنیم. وظیفه رسانه هاست که اینو منعکس میکنه که مردم ببینن چند تا از رسانه های ما در خارج از کشور الان توجهی دارن به این که این نشست ها که برگزار میشه این آدم های برگزیده اقوام ایرانی که حرف میزنن حرفشون رو گوش بدیم. ما آخه هرونزاده یه کثافت تازی زاده مادر به خطا نمایندگان حقیقی اقوام ایران کی این حقاقت رو به شما داده؟ حقانیت رو به شما داده؟ به این انوگوها داده؟ یک دو شما بیان من خواهد اسم بردم برات. آقا گوش کنید، تلویزیون ایران اینترنشنال در لندن، تلویزیون من و تو هم قطعا پخش کرده، من ندیدم، قطعا پخش کرده، من ندیدم. شبکه عربی عربستان، سقط الاسلام، رادیو فردا در 2 روز و 3 نوبت، یه سایت پیزوری هست مالی یه کثافت فسیل به اسم کیانوش توکلی، هم کیارش توکلی، نه هم کونی توکلی، همچین بیناموسیه. از این چریکای چیز بوده، از این چریکای خر بوده، چریکای فدایی خر اون زمان و تا امروز هم که تمام آب با آسیاب تجزیه طلبان و به آسیاب جمهوری اسلامی. سایتی داره به اسم ایران گلوبال، اون که اصلا برنامه براتون گذاشته بود روی سایت گذاشته. حجت الاسلام، رادیو صدای آمریکا که مرتب در مورد تو صحبت کرده، اصلا برنامه مخصوصتون درست کرده. حالا جدا از اون که اون چی بهش میگن گزارشگرشون هم فرستاده این بر در فضای مجازی هم براتون قرخ کرده. تلویزیون پنجره رو به گاف صندوق رفسنجانی که مال خودت باشم که مرتب در اختیارشونه. تلویزیون حشره هم که در اختیارتونه. آیت الله بی بی سی هم که در اختیارتونه. ببخشید شما کدوم رسانه از شما صحبت نکرده؟ بیاید این من رستاخیز سیمرغ هم در اختیارتون بذارم که خیالتون راحت راحت بشه. عجب بی شرفایی هستید شما. اومد همه این رسانه ها یک ویدیو از خواسته واقعی مردم ایران پخش نکردن. اومد این داره میگه رسانه ها ما رو سانسور میکنن، یعنی این گروه ها رو سانسور میکنن. اومد در کنارش مثلا در 2 ماه پیش در شهر اشتوتگارت 50 ایرانی وطن پرست جمع شدن 3 روز و 2 شب. دریغ از یک کامنت،
در این تلویزیون ها. دقیق از یک ویلگور در موردش صحبت کردم. اصلا اینا رو ولش کن. این همه پیام روحت جاد رضا شاه، این همه پیام ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، این همه پیام فقط رضا پهلوی و امثال اینها در داخل ایران، هیچ کدوم این رسانه ها اصلا کچشون هم نگذید، اصلا ندیدن، نشنیدن. این اومده داره میگه که رسانه ها ما رو سانسور میکنن. جناب کمالپور، خب نکن این کار رو دیگه. آقا شما یه برنامه اینترنتی فیسبوک داره، خب اینو بذار در اختیار این گروه بی پدر مادر تجزیه طلب دیگه. آقا کمتر اینا رو سانسور کنید. خب خدا رو خوش نمیاد دیگه. عجب. بریم تلفن رو قطع بکنیم براشون. چجوری رو وقت انتظار داریم فردا اینو منادی وحدت بشه؟ میدونید؟ خب دوستان اینو گذاشتم براتون، فقط خواستم در مورد این دباتو صحبت کنم که همین جمعیت یا ای بر اون ذات پدر کثیفتون لعنت، با این اسمایی هم که میذارید روی خودتون. بدونم با این دیگه کاری نداشتم، دقیقه 31 چرا باش کار دارم. اینو گذاشتم برای که بدونید مجموعه مافیایی که جمهوری انگلنشان آخوندی رو آورد در همه جبهه ها با همه چهره هایی که میتونه از خودش نشون بده، حتی در لباس پادشاهی خواهی که براتون گذاشتم، اون داستان آیوسمی، اون داستان امانیه، اون داستان کوروش رادمنش، اعلیحضرت رضا شاه دوم، یادتونه 7 می 22 بهمن، همه اینا رو براتون گذاشتم. تو جبهه های مختلف آدم که اینا رو اسمشون نمیشه گذاشت، یه مش چاغال هایی که برای دلار 100 دلاری، برای 100 دلاری سعید طوسی که چی، زیر استاد سعید طوسی هم حتما قطعا خواهد خوابید، چون خوابیدن زیر مافیاها. توی همه جبهه این آدما رو داره. حواستون باشه تنها ابزار مقابله با اینها جاوید شاه در داخل ایران گفته که مردم ایران دارن میگن، مردم داخل اینو متوجه شدن، خارج نشینا رو من باشون کار دارم. بعد از این گوش کنید، بذار فقط اون یه تیکه باشه، چون دو سه تا تیکه‌شو براتون علامت زده بودم در موردش صحبت کنم، جوک گفتم. آخه قطع کردن اینها از رسانه یعنی قطع کردن اینها از ایران. آخه این به عنوان اون جغرافیای سیاسی که گفتم، این از همه جای ایران هست. و اگر بخواد ایران که آقا تشور به توسط همه هم تکرار شد، مخصوصا توسط زندور در نشست کل، مسائل اصلی که مطرح شد چیه؟ هیچ. ملیت کردن ایران، تجزیه ایران، فدرالیسم تحت عنوان دموکراسی. خواستی مطمئن نشد دکتر، تو که میدونی اینجا که سناریو رو خودت به اینا میدی، یعنی ماموری یکی از مامورای اصلی خودتی، مامور پولی نعیمی و اون دا مجموعه لس آنجلس هم، مامور اجراییش هم که آدم چرب زبانه، بچه آخون دا حرومزاده تازیزاده خودت، به اسم خودت. مسائل اصلی که همگی تأکید کردن، ببین اینجاش دیگه ببخشید تا فلان آدم میذاره، گوش کنید، این هست که ما ایران رو یک پار چه میخواهیم. داستان خدایا من نمیفهم کلمو بگم می تلویزیون دست این مادر قبا. آقا اینا رو ایران رو یک پار چه میخواهیم؟ آقای کمالپور جان قلمی، چرا به اینا فوش میدی؟ مادر قبا اینا تجزیه طلب نیستن که، اینا رو یک بار چه میخوان؟ عجب. این برای این گفته شد و توسط همه هم تکرار شد، مخصوصا توسط دکتر عبدیان که دکتر کریم عبدیان با صدای بلند رسا و بلیغ اونجا گفت که آقا ما نمیخوایم گیران تجزیه بشه. آخه حروم زاده، آخه بی ناموس، آخه بی شرف، آخه کسافت. خب صحبتاتون هست، آخه شما چی فکر میکنید با این مردم؟ فکر میکنید مثلا چی؟ خب صحبتاتون هست، چون اهواز نفت دارد و ما عرب اهوازی هستیم، اهواز مال ماست، میخواییم با عرب ببریم ببریم بکنیمش فلان ننش هست. ما یک ایران یک پارچه میخواییم. این نتیجه شرکتش در کنفرانس واشنگتن، همش نتیجه شرکت در کنفرانس واشنگتن، علیرضا نوری‌زاده اصلا از قبلش بود، جورج سوروس. ما یک سال پیش
بیشتر پریش هم برنامه شیر کردم تازه که یک سال و نیمه پیش اومدیم اینا رو افشا کردیم. اوه یعنی وقتی مجال صحبت پیدا میکنه، حالا اعتراض هم که میکنه، بعد خودش متوجه میشه که به هر حال در جایگاهی قرار داره که روی حرفاش حساب میشه. نه حساب نمیشه رو حرفای اون. مردم ایران آگاهن که اگر کسی صحبت از این مسائل بکنه تعارف باش نمیکنن، شوخی هم باش نمیکنن، شیشه نوشابه اونجاش بکنن. شک نکن علیرضا نوری‌زاده، اصلا شک نکن. تو که هیچی، گنده تر از تو هم میدونه نسخه فدرالیسم پیچیدن برای ایران پاسخ نخواهد داد. شما خودتون رو جرم بدید، حالا یه پولی دیگه هم از مافیا بگیرید، اون مافیا باهوشتر از امثال شماست اولاق، چون اگر باهوش نبودن مافیا نمیشدن. شما اسب مرده اید، روی اسب مرده شرط بندی نمی کنن. اما و این چیزی از اینی که ما بیاییم و اینا رو مطرح کنیم کم نمی کنه، چون شما یک ثانیه هم از دست نمیدید برای ضربه زدن به ایران. اما حالا اینا رو بگذاریم دوستان، اینو شنیدید. من حالا روی سخنم با یه مش کروکودیل و یه مش جک و جونور هست، مثل موشه و پوشه و خرگوشه و اون یارو کربلایی و امثال این آشغال پاشغالا که خودشون هم در لباس پادشاهی اتفاقا جا زدن، خب اما به اینجور موارد اصلا براشون مهم نیست، اصلا اشاره نمی کنن. دوستانی که در رستاخیز سیمرغ رو دنبال می کنن، حداقل ما نزدیک 100 سناریو و 100 تا از این مسائل مافیایی رو اومدیم مستند ارائه دادیم. آقا دیدی بوده یا نبوده؟ از اون یارو کلاغ نژادش بگیر تا اون یارو غیبیش و میبیش و تمام این مجموعه هایی که در این همش توی آرشیف هست، ما که کارمون مستنده. آقا اینی که خودتون رو پادشاهی جا میزنید، چرا میاید به همایش هدفمند باورمندان به سامانه پادشاهی که در اشتودگار انجام شد و این توانایی رو داشت، با هیچ امکاناتی، نه رسانه داشته، نه وزنه سیاسی فلان پشت سرمون بود، نه سوء استفاده از نام شاهزاده بود، نه سوء استفاده از نام شهبانو بود، نه هیچ امکاناتی، تونستیم 50 ایرانی وطن پرست رو 3 روز و 2 شب در یک شهری در آلمان از سراسر دنیا جمع کنیم. یکی از کارهای ما بود که الان داره سازماندهی میشه. حالا همون مجموعه اومده در 6 شهر 5 کشور، ببینید شوخی نیست به خدا اینجور مسائل، در 5 کشور و 6 شهر همایش داره برگزار میشه در 28 و 29 جولای. شما و این همایش هم پیام چیزی نمیگه ما خواهان فدرال کردنی، نه صحبت از ملیت ایرانی میکنه، نه صحبت از جمهوریت میکنه، نه صحبت از چیز خاصی میکنه. میگه آقا هر ایرانی وطن پرستی که دنبال آزادی ایرانه بیاد به صحبت‌های شاهنشاه آریامهر که 40 سال پیش برای ما گذاشتن و رفتن، 3 اصل نوشون گذاشت که برای آزادی ایران، این 3 اصل مکمل همدیگه تا سرنگونی جمهوری اسلامی. آقا این پادشاهی خواه، آقا این که مجاهد بودید، چریک بودید، چرچروک بودید، چونتون گذاشتن در اون زمان، حالا اومدید شدید پادشاهی خواه چون خواسته مردم رو شنیدید میخواید سوار موج بشید، چرا حمایت نمیکنید؟ چرا حمله میکنید؟ چرا به مجموعه‌ای که در کلن آلمان برگزار شده و صحبت از ملیت ایران و فلان و فلان میکنه اصلا اشاره‌ای نمیکنید؟ اما دردتون گرفته که چرا این همایش پادشاهی خواهان داره در 6 کشور در 6 شهر انجام میشه؟ اون وقت اسم خودتون میذاری وطن پرست؟ اسم من یا جناب کمالپور یا دیگرانی که داریم کمک میکنیم در این مسیر، ما میشیم مزدور جمهوری اسلامی بدون سند. اون وقت یه سری از همین دوستانی که الان دارن این زیر کامنت مینویسن، میرن میشینن مزخرفات اونا رو گوش میکنن و بحبش چهچنن براشون میکنن. این درد آدم به کجا بره بگه؟ یارو فقط میاد اسم خودش رو میذاره، بله من پادشاهی، یک کروکودیلی هست، کروکودیل به اسم علی کربلایی. علی کربلایی بذارید یک خلاصه بهتون بگم، اولین بیناموسی بود که زمانی که شورای ملی تشکیل شد و در فرانسه ثبت شد، اولین انشعاب رو در شورای ملی همین علی کربلایی رو انداخت. با 2 نفر دیگه اومدن در آلمان و یک
شورای ملی در آلمان ثبت کردن. یعنی اولین پایه‌گذار اختلاف در شورای ملی دو سه روز بعد از اینکه شورای ملی شروع کرد به کار همین علی کرمانی بود و دو نفر دیگه. در کنارش یک سال و نیم آقای علی کرمانی اگر دروغه بگو دروغه من به تو یکی میپردازم چون مثل کفتن میخوام مثل کر میخوام لیت کنم. بارها بهت گفتم خودت و نوچه های دیگر انو گوهایی که فرستادی گفتم اینی که ازش گرفتید بیاید بالا درسته برای اومدن بالا باید از یه چیزی بگیری اما اینی که گرفتی تیغ داره پارتون میکنه چرا گوش نمیکنید؟ میخواید پارتون کنه خب پارتون میکنه. آقای علی کربلایی یک سال و نیم لوازم خانه پسر دختر برادر کروبی همون کروبی که الان ظاهرا میگن در حسر در ویلا در قصره یک سال و نیم لوازم منزل ایشون در خونه شما در ایتالیا چیکار میکرد؟ بیا توضیح بده بی شرف بیا توضیح بده چرا وقتی یه همچین مراسمی در کلن آلمان انجام میشه تو مادر به خطا و اون یکی کروکودیلای دوروبرت خفه خون گرفتید؟ چرا جیکتون در نمیاد؟ چرا وقتی واشنگتن ما اومدیم میزنیم شما به جایی که بیاید به فدرالیسم حمله کنید میاد به ما حمله میکنید که چرا اونا رو میزنیم؟ چرا وقتی ما داریم به نوریزاده حمله میکنیم به بیشرف بودنش به بیناموس بودنش به ضد ایرانی بودنش با سند داریم اینا رو نشون میدیم شما میاد به ما حمله میکنید که چرا نوریزاده رو میزنیم؟ و اسم خودتون هم گذاشتید وطن پرست اسم خودتون هم گذاشتید پادشاهی خواه فکر میکنید ملت ایران هم مثل پدرهای دیوس شما حتی شما یه پدر که ندارید هزاران هزار پدر دارید ولی یه مادر دارید. دوستان من واقعا متاسفم برای یه سری برابش که میبینم ویدیوهای امثال کربلایی مربلایی این رو پخش میکنه من برای مهم نیست کسی پخش کنه یا نکنه برای مهمه اگر پخش کنه 10 نفر دیگه آگاه میشن اما دنبال عدد و رقم و این مسائل نیستم میگم اگر هر کسی که این برنامه رو پخش کنه 10 نفر اگر ببینن یه نفرشون متوجه بشه داستان چیه شاید اون یه نفر میره 2 تا پست میذاره یه ایمیل میذاره 2 تا کامنت میذاره یه کار مثبت انجام میشه یا حداقل آگاه میشه یعنی دارم محتوا بهتون ارائه میدم دارم سند بهتون ارائه میدم مثل آخون نشستم مثل این یارو موش بوش خرگوش کیه جک و جونه برا نشستم کس و شعر براتون بگم دارم با سند صحبت میکنم و خیلی هم عامیانه صحبت میکنم هیچ ادعایی هم ندارم در آینده ایران هم نمیخوام رئیس جمهور بشم نمیخوام وزیر بشم نمیخوام وکیل بشم من صفحه فیسبوک خودم هم بتونم اداره کنم بتونم پاسخ پیام های صفحه تلگرام هم بدم شاهکار کردم اما چون دلم میسوزه برای اون کشورم وظیفه خودم میدونم بیام اینا رو بگم و تا امروزم انجام دادم از این به بعدش هم انجام خواهم داد چه بفرستید اینجا چه نفرستید ما معمولاتونو مزدوراتونو بنابراین دوستانی که چرا حالا دارم اینا رو میگم من خواهشی که از هموطنان دارم دوستانی که در لس آنجلس هم در تورنتو هم در فرانکفورت آلمان یا اطراف فرانکفورت هم یا در استرالیا در 2 شهر ملبورن و آدلاید و در شهر لندن کسایی که میتونید ببینید تنها مورد یا تنها ابزاری که میشه تو دهن این اراذل و باش که الان بهتون نشون دادم زد حضور یک پارچه مردم ایرانه در داخل هموطنان کارشون رو بلدن دارن انجام میدن اگه برای آب میان اعتراض میکنن شعارشون شعار واحده اگه برای برق میان شعارشون شعار واحده اگر برای اعتصاب یا برای دزدی‌های مؤسسات دولتی میان شعارشون واحده هموطنان داخل دارن کارشون میکنن اما در خارج از کشورم باید این انعکاس داشته باشه شما اگر میخواید پاسخ یه همچین انوگوهایی رو بدید و جلوی اینا سرد بشید که نتونن اینا نفس بکشن و واقعا هم نباید نفس بکشن در آینده ایران هیچ تجزیه طلبی حق زنده بودن نداره چه برسه به حق رأی چه برسه به حق حزب حق زنده بودن نداره مگه میشه تو بیای به خانوادت و این اجازه رو بدی که بیان در مورد تیکه پاره کردن خانوادت بیان بشینن رأی گیری کنن مگه میشه مگه میشه آقای علیرضا تازه‌زاده در مورد زنت و دخترت و فلانت و عروست و نوت بیای دموکراسی پیاده کنی اجازه رأی بدی که بعد تو هم اگه میخوای با دختر من فلان
بیام میشینیم با هم دیگه رأی میگیریم، اگه رأی بردی دخترم من مال تو برده ببر. نه، یک سری مسائل ملی ایرانه که به هیچ عنوان نه قابل گفتگوست، نه قابل رأی گیری و نه قابل تغییر. حفظ یعنی چارچوب تمامیت ارضی ایران با هیچ بنی بشر قابل گفتگو نیست. اینو من سعید قاسمی به اندازه خودم میگم، اما مردم داخل ایران 80 میلیونی میگن، شک نکن، چون دیدید در 140 شهر ایران حداقل اینو دیدید. حالا دوستانی که میخواید در خارج از کشور کاری انجام بدید، اگر فکر میکنید 40 سال دیگه از پای منبر اینو اونو اونو اون باید بلند شد باید کاری کرد، این دوستان تصمیم گرفتن که این همایش ها رو برگزار کنن. این همایش ها همایش علکی دیمی نیست، همایش هدفمند باورمندان به سامانه پادشاهی، نه مال سعید قاسمی، نه مال مهران کمالپور، نه مال جناب مهربانی، نه مال ایکس، نه مال ایگرگه. یک حرکت ملیه، هر کسی در حد توانش توانایی که داره داره توی این مجموعه میاد اضافه میشه کارشو انجام میده. ما میخوایم جریان سیاسی قدرتمند پادشاهی علم بشه بیاد بالا. اینا میان شورای دموکراسی میذارن اما یه پادشاهی خواه توش نیست، یک نماد ملی ایران توش نیست، یارو تو واشنگتن میاد میذاره یک نماد ملی توش نیست، این یکی کروکودیلا توی لندن میان میذارن یک نماد ملی توش نیست. همشون هم دموکراسی برای خواسته های مردم ایران، همشون هم نماینده مردم ایران، اما در این وضع یک نشان ملی. حالا شما اگر میخواین واقعا حرکتی بکنید، بهترین آدرس یا بهترین زمانش همون بهترین آدرسش همون سه اصل شاهنشاه آریامهره که این همایشا بر محوریت این سه اصل داره میره جلو، یعنی اساسنامه، مانیفست، تمام کوفت و زهرمار سه اصل. خارج از این سه اصل، شما وقتی سه اصل وصیت‌نامه شاهنشاه رو قبول داشته باشی، بهش یقین داشته باشی، با تجزیه طلب نمیشینی صحبت کنی، با مجاهدین خر نمیشینی صحبت کنی، با جمهوری اسلامی نمیشینی صحبت کنی، چون اون سه اصل همه چیز رو بهت گفته. این سه اصل چیزی بود که 40 ساله این آشغالا هی می‌خواستن بزننش پشت پرده، کسی بهش توجه نکنه. بنابراین دوستانی که می‌خواید کاری انجام بدید، می‌خواید حضور داشته باشید، یا اون کسایی که نمیتونید حضور داشته باشید میخواید کمک کنید، ما در 6 شهر و 5 کشور این همایش داره برگزار میشه برای 28 و 29 ماه جولای. اونایی که میتونید شرکت کنید در شهر فرانکفورت، تورنتو، لس آنجلس، لندن، آدلاید و ملبورن استرالیا. کسایی که میتونید شرکت کنید لطفا به ایمیل، چون وقت نداریم دیگه، به ایمیل انسجام ایران، ادمینای صفحه لطفا اینو بذارن توی کامنت، ensejamiran@gmail.com ایمیل بزنید. اولا بنویسید برای کدوم شهر میخوای شرکت کنید، دوما اسمتون و فامیلتون رو به فارسی و به فینگلیش بنویسید که یک برگه ورود به سالن برای شما با همون ایمیل ارسال میشه و شما اون روزی که میخواید تشریف برید توی سالن میتونید باید اون برگه رو با خودتون پرینت کنید بیارید که اون سکوریتی که در سالن هست به شما اجازه ورود بده و اگه اون برگه رو نداشته باشید نمیتونید وارد سالن بشید. پس کسایی که میخواد شرکت کنید یک ایمیل بزنید یا با شماره تلفن، الان نه چون الان دوربین اینستاگرام من با همین تلفن، با شماره تلفن 2041 77 910 2460 هم با خود تلفن میتونید تماس بگیرید، هم سیو کنید اینو با واتساپش به صورت رایگان تماس بگیرید، من خودم پاسخگوام. کسانی هم که نمیتونن بیان یا میتونن بیان میتونن کمک مالی بکنن، ما برای گرفتن سالن ها نیاز به کمک شما داریم. مثل این اینه که الان براتون نشون دادم، دو روزه یه دفعه نمیتونیم بیایم یه همچین سالنی رو بگیریم، هتل و همه امکانات، مافیا ها پشت سرشونه، ماها نه، ما مردم ایرانی. همینه که توی فیسبوک و فضای مجازی باید $10 $20 $100 $50 جمع کنیم، پول سالن ها رو باید بدیم. کسایی که در فرانکفورت میاد، فرانکفورت دو روز همایشه، 28 و 29، اما شهرهای دیگه 28 ساعتاشون هم به گونه ای تنظیم شده که همه در یک ساعت خاص همایش آغاز میشه و همزمان با هم جلو میره. کسایی که میتونید کمک کنید لطفا به اون ایمیل بزنید یا به اون شماره تلفن تماس بگیرید، من یا دوستان دیگه شماره حساب بخش مالی این سامانه رو خدمتتون ارسال میکنیم
و در حد توانتون کمک کنید. بذارید حالا اول اگر خودتون نمیتونید یک تکونی بخورید، یک کاری بکنید، حالا که این جریان را افتاده و موی دماغ مافیاها شده که از در و دیوار اره و اوره و شمسیکوره و موش و حشره و پشه و کروکودیل دارن حمله میکنن به این همایش، پس بدونید این همایش زد به اونجایی که باید بزنه، چون سه اصل رو گذاشت وسط. خب کمک کنید، حضور پیدا کنید، دو روز یه روز هم از زندگیتون از کاراکاسبیتون بزنید کنار، به خدا به اون خاک بدهکارید. باید یه جایی جبران کنید، هی نشینید بگید مردم براز جان بیدار شدن، چرا بندر عباس بلند نشد، چرا فلان بلند نشد، چرا بوشه بلند نشد، چرا ایکس بلند نشد. آیا شما بلند شدی از شهر نزدیک بیایید تا تورنتو، یا از یه شهر نزدیک بیایید تا لس آنجلس، یا از یه شهر نزدیک بیایید تا لندن؟ آیا حاضر این کارو بکنی؟ خودتو امتحان کن. اگه حاضری به این کارو بکنی، بعد میتونی توقع از مردم داخل داشته باشی. تازه شما با امکانات بیشتر، با دست بازتر، مردم داخل با هیچی، با جونشون دارن این کارو میکنن. پس کسایی که میخوان شرکت کنن، لطفاً به اون ایمیل ensejam.iran@gmail.com و یا شماره تلفن 20 2041 77 910 2460 با تلفن واتساپ بهش تماس بگیرید. یه بحث دیگه هم هست، سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکاست، بسیار بسیار مهمه. دوستانی که در لس آنجلس و اطراف لس آنجلس هستن، روز یک شنبه 22 جولای آقای وزیر امور خارجه ظاهرا میخواد برای بخش ایرانیان سخنرانی کنه. ما اصلا کاری نداریم این مراسم کی گذاشته، کی پخته، کی پزیده، کی میخواد بخوره. مهم اینه که ما چی کار باید بکنیم. کسانی که در این در اطراف لس آنجلس هستن باید تابلوها، بنرها، تصاویر شاهنشاه و رضا شاه دوم رو بزرگ درست کنید. تا اونجایی که ما تحقیق کردیم در گوگل مپ هم میتونید شما سرچ کنید، کتابخونه حالت بالای تپه است و این یک راه، یک جاده ای داره که میاد میخوره به یک میدونگاه و نقش اون میدونه فکر میکنم یه دونه در ورودی داره که این در وقتی بسته بشه دیگه کسی نمیتونه داخل بره. قاعدتا نمیدونم این چه جوریه، کسایی که بلیط داشته باشن فکر کنم از همون در پایین نمیتونن، اونایی که بلیط ندارن برن داخل. این بلیط هم از همون قبلی که این برنامه چیز ریخته شده بود، همه بلیط ها خودشون اوکی کرده بودن به اسم اینکه فروختن، چون تماسا گرفته شد و پریوات بود اصلا این جلسه. حالا عزیزان باید اونایی که در واشنگتن هستن برن به اون میدون که میرسن که خیابون میخوره به کتابخونه، دور اون میدون حالت کوهپای است، حالت تپه است و اونجا محل تجمع هموطنان باید باشه. اگر تونستید برید داخل که باید برید محوطه کتابخونه توی پارکینگ های کتابخونه، ولی اگر نتونستید داخل برید یعنی بسته بودن درو، میتونید همون پایین یه تجمعی بذارید. وقتی تجمع زیاد باشه، تصاویرم بزرگ باشه، شک نکنید که توجه رسانه ها رو جلب میکنه و خواسته واقعی مردم ایران رو بهشون میگید، به سیاستمدارای دنیا و آمریکا. این بهترین کاریه که دوستان در لس آنجلس و اطراف لس آنجلس در روز 22 جولای یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر، یعنی باید شما ساعت تقریبا 4:45 اونجا باشید که وقتی این مقامات و این دم دستگاه دارن میان میرن این تصاویر رو ببینن دست شما، و تا بعد از اینکه کار اونها تمام میشه باید یک روز و یک شنبه ساعت 6 فکر میکنم باید برای این کار بذارید. وظیفتونه، نه برای سعید قاسمی میخواد برید نه برای شاهزاده رضا پهلوی، نه، وظیفتونه به عنوان یک ایرانی این وظیفه رو باید حس کنید که برید و این کار رو انجام بدید. حالا کلاتون رو پیش خودتون قاضی کنید، آیا حاضرید یک هزارم، یک میلیونم اون چیزی که به اون خاک بدهکارید انجام بدید یا نه؟ این وظیفه ملیه و باید رفت این کار رو انجام داد. دیگه مطلبی که میخواستم بگم بکنم کافی باشه برای، اما چیزی که خیلی مهمه دوستان، یک سخنرانی وزیر امور خارجه است و دو همایش خودمونه. من دیگه نمیگم، امیدوارم که دوستان ایمیل بزنید به اون ایمیل و هم شرکت کنید هم کمک مالی بکنید، چون واقعا نیاز داریم برای تدارکات سالن و داخل سالن و قسمت های دیگرش. فردا شب هم جناب کمالپور ظاهرا برنامه مهمی دارن، حتما این برنامه رو ببینید، از دست ندید.
این برنامه که الان دارید نگاه میکنید هم تا من خواستم آهنگ شعار خوب بزنم یه بار دیگه لطفا پخش کنید. آی اینا سوزش میگیرن وقتی این برنامه پخش میشه، وقتی ملت توجه میکنن. اینا فکر میکنن ملت نمیفهمن. بابا وقتی داری سند میذاری، خب چرا مردم باید بیان مثلا پخش نکنن؟ خب کسی که میفهمه فکر میکنه این مثبته، پخش میکنه که 10 نفر دیگه هم بفهمن. بعد یه شارلاتانی هم مثل نوریزاد، مثل میودی میاد میگه که یه نفر نقش 1000 نفر رو بازی میکنه و این یه نفر خودش داره کار میکنه. به خدا اگر من فقط رو صفحه شخصی خودم پخش کردم، اینا دست من بالاست. یه بار دیگه این برنامه رو پخش کنید تا اونا بیشتر بسوزن. تا من براتون اهریمن شاروخو بذارم. من از حضورتون مرخص میشم دوستان. پس شب و روز خوبی داشته باشید. یک شنبه رو فراموش نکنید. بسیار بسیار مهمه سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا در توی تویتر و توی سایت های مختلف میتونید. حالا دوستان فکر میکنم جناب دیدم فکر میکنم آقای میرقادری بود یه هشتگی رو مطرح کرده بودن، از این هشتگ استفاده کنید. به هر حال کاری که میشه انجام داد و انجام بدید، کوتاهی نکنید. این برنامه رو پخش کنید برای دوستان. یه چیزی بذارید بگم، یه سری دوستان هستن این برنامه رو بعدا دانلود میکنن توی اکانت های مختلف یوتیوب، تلگرام، سایت های مختلف میذارن. و جالبه از زمانی که ما اومدیم دست رولای زم و علی جوانمردی و همسان این آشخال پاشخال رو رو کردیم، مجموعه سایبری جمهوری اسلامی شدید داره به ما حمله میکنه. همه کامنت های یک دست زیر یوتیوب که میری همه یک دست فقط کلمات رو جابجا کردن، بعد جوری سوزش گرفتن. اما فراموش نکنید اینی که الان اعلام کردم، امشب در موردش صحبت کردم، یکی از اون بازوهای همون مافیایی بود که یه بازوش میشه رولای زن و علی جوانمردی و فخرآور، یه بازوش میشه حسینی و فلان و فلان، یه بازوش هم میشه اون کروکودیلایی که توی واشنگتن جمع شدن، یه بازوش هم میشه خود جمهوری انگلنشان آخوندی. اینا کله مافیاه، اینا دست و پاشه. و خوابی رو که اینا برای ملت ایران دیدن اون خوابی نیست که من و شما فکر میکنیم، اون خوابی نیست که مردم ایران دنبالشن. پس باید جلوی اینا ایستاد، باید رسواشون کرد، باید با مافیا فهمون که روی اسب مرده شرط مندی نکنن. خب دوستان وقتتون خوش، پس این برنامه رو مجددن هم پخش کنید برای همه هم بفرستید. تا درود دیگر بدید. Thank you.
I'm gonna go to the hospital.